سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در حالی که گروه تروریستی داعش مدعی تلاش برای ورود به ایران است ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد استحکامات نظامی خود در مرزها را افزایش داده است سرتیب احمد رضا پردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ضمن اعلامی این خبر گفته است مرزهای کشور تقویت شده و نیروی زمینی ارتش در همه عرصه های دفاعی آماده است گروه داعش اخیرا در تویتر خود خطاب به تمامی شیعیان نوشت بعد از تخریب نمادها در کربلا، سامر و نجف به ایران خواهیم رفت و مشهد را با خاک یکسان خواهیم کرد. ساعتی پس از سخنرانی علی خامنه ای که طی آن گفت عراق خود میتواند با داعش مبارزه کند حسن روحانی به کشورهای اسلامی هشدار داد یک روز خشونت دامن خود آنها را خواهد گرفت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز گفت ایران امیدوار است میانجی خوبی برای حل بحران عراق باشد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا حسن روحانی در کنگره بین المللی امام حسن مشتبا در تهران با اشاره به نارامی های عراق به کشورهای اسلامی حامی داعش هشدار داد. او از گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش به عنوان کسانی نام برد که دست به خشونت و تجاوز میزنند و خود را به عنوان جهادی و اجرا کننده اصول اسلام معرفی میکنند. روحانی گفت که اسرائیل لذت میبرد که مسلمانان به جان هم افتادند و از از موضوع فلسطین منحرف شده است. رئیس دولت یازدهم بر لزوم وحدت میان مسلمانان و تقویت جنبش صلح در برابر خشونت و افراد در کشورهای اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور ایران سپس بدون آنکه از کشوری نام ببرد به کشورهایی هشدار داد که با دلار نفتی از تروریست ها حمایت می کنند. او گفت به همه کشورهای اسلامی که با پولشان با دلار نفتیشان امروز به تروریست ها کمک میکنن میگوییم و توصیه و تاکید میکنیم بدانید فردا نوبت شماست در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست در دیدار با وزیر امور خارجه نیوزیلند به اوضاع عراق اشاره کرد و گفت ایران امیدوار است میانجی خوبی برای خاموش کردن آتش اختلافات در عراق باشد رفسنجانی از اتفاقات منطقه خاور میانه ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اوضاع پیچیده عراق به اختلافات مذهبی در این کشور اشاره کرد که رنگ خون گرفته است او گفت که تلاقی تکفیری ها به عنوان بدترین گروهک تروریستی در تاریخ با بقایای حزب بحث و مباحث تفرق انگیز شرایط را برای مردم عادی که اکثریت مظلوم هستند دشوار کرده است. رفسنجانی افسود نمیخواهیم در امور داخلی کشورها دخالت کنیم و امیدواریم میانجی خوبی برای خاموش کردن این آتش باشیم اظهارات هاشمی و حسن روحانی ساعتی پس از سخنان رهبر ایران بیان شد علی خامنه ای بحران عراق را نه نتیجه جنگ شیعه و سنی بلکه ناشی از دعوای میان موافقان و مخالفان استقلال عراق دانست. خامنه ای همچنین با اقدام نظامی آمریکایی ها در عراق مخالفت کرد و گفت عراقی ها خود می توانند حملات اخیر را دفع کنند. رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد ما با دخالت آمریکایی ها و دیگران در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفیم و آن را تایید نمی کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و انشاءالله آن را تمام خواهند کرد. اظهارات رهبر ایران در حالی است که دولت نوری مالکی پس از سقوط پیدرپی شهرهای عراق و پیشروی نیروهای داعش به سوی بغداد از آمریکا خواست که با حملات هوایی مانع پیشروی این شبه نظامیان شود پنتاگون نیز خبر داده بود که ایران برای دفاع از مالکی نیرو اعزام می کند و برخی نیروهای سپاه قدس در عراق هستند پنجشنبه گذشته باراک اوباما تایید کرده بود که ایران می تواند در حل بحران عراق نقشی سازنده ایفا کند. او در عین حال گفته بود که اگر ایران به تنهایی به عنوان نیروی مسلح پشتیبان دولت شیعه عراق وارد کشمکش شود، احتمالا اوضاع وخیمتر خواهد شد. طبق آخرین اخبار، شپ نظامیان داعش در حال گسترش منطقه نفوذ خود در غرب عراق هستند. به گزارش رسانه های عراق این گروه تروریستی چند شهر دیگر مرزی را در دو روز اخیر اشغال کرده است حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران از ضرورت تغییر و تحول در بدنه مدیریتی این نیروی نظامی خبر داد. به گزارش سایت رسمی سپاه آقای سلامی گفته نیازمند آن هستیم که بدنه مدیریتی سپاه را جوانسازی کنیم اما در کنار تعدیل حرم مدیریتی از تجربه مدیران با سابقه این نیرو استفاده خواهد شد این اظهارات حسین سلامی میتواند تواند نشانه از تغییر و تحولات گسترده در بدنه مدیریتی سپاه پاسداران در آینده نزدیک باشد وزارت کشور جمهوری اسلامی از تقسیم بندی استانهای کشور به پنج منطقه خبر داد. جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور در گفتگو با خبرگزاری تصنیم ضمن اعلام این خبر گفته است استانهایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور همافزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفتند و جلسات مشترکی را برگزار می کنند. مذاکرات وین در مجلس بررسی شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت تیم مذاکره کننده لغو کامل کلیه تحریم های اقتصادی را به عنوان یک خط قرمز دنبال خواهد کرد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز خوشبینی از روند گفتگوها گفته است اگر توافقی حاصل نشود دو طرف حق دارند به سیاست های قبلی خود بازگردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی مذاکرات اخیر وین در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین نقوی حسینی گفت تیم مذاکره کننده لغو تمام تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یک خط قرمز دنبال می‌کند. وی افزود موضوع هسته‌ای و مذاکرات صورت گرفته در نشست‌های متعدد ژنو و وین و نشست‌های کارشناسی در سطح دو جانبه و چند جانبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد و جنبندی مذاکرات این بوده که نگارش متن توافق آغاز شود و موارد اختلافی در داخل پرانتز قرار گیرد ولی موارد مورد توافق در چارچوب متن نگارش شود در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری از روی گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات با ایران انتقاد کرده و گفت برخی از طرفهای مذاکره راهکاری را انتخاب کردند که مفید نیست در این نشست خبری که به طور مشترک با موری مکالی وزیر خارجه نیوزلند در تهران برگزار شد آقای ظریف اظهار داشت که ایران بیش از حقوق خود نمیخواهد و حاضر است نگرانی های مشروع را مد نظر قرار دهد اما طرف مقابل تاکتیک و راهکاری دیگر برای مذاکره انتخاب کرده به نحوی که تلاش می کند مواضع حد اکثری اتخاذ کند تا در طول مذاکرات به مواضع متعادل تری برسد وی نسبت به حصول توافق نهایی میان ایران و گروه پنج به علاقه یک تا پایان تیرماه اظهار امیدواری کرد اما با این حال افزود اگر توافق حاصل نشود هر دو طرف این حق را دارند که به سیاست های قبل از توافق ژنو بازگردند و این شامل طرف ایرانی نیز می شود در همین راستا روزنامه فرانسوی لوموند طی گزارشی با اشاره به عدم حصول توافق بر سر مسائل اصلی مرتبط با برنامه هسته ایران در نشست اخیر وین از احتمال تمدید مهلت مذاکرات برای شش ماه دیگر خبر داد. لومونت گزارشی نوشت دور پنجم مذاکرات ایران و قدرت های بزرگ جهان اصر روز جمعه گذشته بدون حصول توافق در زمینه مسائل اصلی مرتبط با برنامه هسته ایران در وین به پایان رسید و دور بعدی مذاکرات دوم ژوئیه از سر گرفته خواهد شد. لومون در ادامه گزارش خود نوشت طرفین مذاکره بر سر برنامه هسته ایران همچنان در نظر دارند تا 20 ژوئیه یعنی مهلت زمانی تعیین شده برای حصول توافق جامع به توافق دست یابند این روزنامه فرانسوی افزود احتمال تمدید مهلت مذاکرات برای یک دوره شش ماهه دیگر نیز وجود دارد اما در حال حاضر چنین چیزی رسما مد نظر نیست گفتنی است دور بعدی مذاکرات قرار است از روز دو ژوئیه مطابق با یازده تیر ماه در شهر وین برگزار شود دور پنجم مذاکرات میان ایران و غرب در حالی روز جمعه 20 جوان مطابق با سی خرداد به پایان رسید که طرفین مذاکره کننده از اختلافهای ماهوی و مهم خبر داده بودند یکی از این اختلافات به تعداد سانتریفوژهای غنیسازی باز می‌گردد که ایران های کشورهای غربی در مورد کاهش تعداد آنان را تا کنون رد کرده است. فعالیت راکتور آب سنگین عراک نیز از دیگر محورهای اختلافات عمده میان ایران و طرف مقابل است. ارتش اسرائیل اعلام کرد نه هدف نظامی در سوریه از جمله مراکز فرماندهی ارتش این کشور را در سهرگاه امروز دوشنبه با بمبوران هوایی و موشک های هدایت شونده تموز مورد حمله قرار داده است. به نوشته این حملات به تلافی شلیک یک فروند موشک از خاک سوریه به سمت اسرائیل صورت گرفت. در ساعات پایانی روز یک شنبه در نتیجه شلیک یک موشک به سمت خاک اسرائیل یک کودک اسرائیلی کشته شده و سه نفر دیگر مجروح شده بودند دولت سوریه هنوز نسبت به این حملات واکنش نشان نداده است در حالی که داعش در عراق و سوریه در حال پیشروی است وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود به خاور میانه و اروپا را آغاز کرده تا متحدانی برای مقابله با این گروه شبه نظامی تروریستی جذب کند نخستین مقصد سفر او مصر بود و امروز نیز وارد بغداد شد در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هشدار نسبت به خطر داعش برای امنیت کشورهای منطقه گفت آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاور میانه برخیزد با توجه به پیشروی گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در عراق آمریکا بر تلاش خود برای دستیابی به راه سیاسی افزوده است در این راستا وزیر امور خارجه آمریکا جان کری سفر دوره ای را به منطقه آغاز کرد و در نخستین سفر خود وارد مصر شد به این دیدار خود از مصر سیاستمداران عراقی را فرا تا بر دستگی و نفاق مذهبی غلبه کنند او گفت به آنها اطمینان میدهد که آمریکا در انتخاب رهبری حکومت عراق دخالت نخواهد کرد جانکری در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای مسی خود سامه شکری گفت ما در این لحظه حساس رهبران عراق را فرا میخوانیم تا ارزیابی های مذهبی را پشت سر بگذارند و با همه مردم گفتگو کنند وزیر امور خارجه آمریکا اتهاماتی را که متوجه عراق هستند و میگویند که این کشور مسئول بحران کنونی در عراق است را رد کرد کلی پس از دیدار با سام شکری با رئیس جمهور جدید مصر عبدالفتاح سیسی دیدار و گفتگو کرد سخنگوی جان کری پیش از آغاز سفر او گفته بود وزیر امور خارجه آمریکا میخواهد با شرکا و متحدان رایزنی کند تا راهی برای حمایت از امنیت، ثبات و تشکیل دولت وحدت ملی در عراق بیابد. در همین حال گزارش های رسیده از عراق است که گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش توانسته از کنترل گزرگاه های مرزی قرب این کشور را به دست گرفته و یک فرودگاه مهم و استراتژیک را نیز در شهر تلافر به تصرف خود درآورد. خبرگزاری فرانسه میگوید که همزمان با عقب نیروهای عراقی از چند شهر در قرب این کشور نیروهای داعش به پیشروی خود ادامه داده و کنترل شهرهای راوا و آنا را به دست گرفتند این گروه روز شنبه گذرگاه مرزی القائم را تصرف کردند و روز یک نیز دو گذرگاه مرزی ترابیل در نزدیکی اردن و الولید در مرز با سوریه را به تصرف خود درآورد. تصرف این مناطق باعث باز شدن یک راه استراتژیک به سمت سوریه برای شورشیان افراطی داعش شده است تصرف این گذرگاه ها باعث تسهیل ورود اسلحه و سایر تجهیزات نظامی به خاک عراق برای شورشیان خواهد شد بر اساس گزارشان نیروهای داعش در جریان دو روز خشونت در شهرهای راوا و آنا در استان الانبار یک تن از رهبران محلی را به ضرب گلوله کشتند. دولت عراق گفته است که نیروهای این کشور از شهرهای یاد شده عقب نشینی تاکتیکی داشتند. شورشان داعش در حال حاضر چهار شهر مهم استان را که در مرز با سوریه قرار دارد در کنترل خود دارند. از زمان تصرف موسل دومین شهر بزرگ عراق توسط این گروه در اوایل ماه جوان دولت اسلامی عراق و شام بخشایی بزرگی از غرب و شمال عراق را به تصرف خود درآورده است در تحول دیگر باراک اوباما جمهوری آمریکا میگوید که قدرت نیروهای داعش و شبه نظامیان نزدیک به القاعده در عراق ممکن است افزایش یابد و امنیت سایر کشورها را در منطقه تهدید کند اوباما در مصاحبه با شبکه سی بی آمریکا گفت احتمال دست یافتن این شبه نظامیان به سلاحا و منابع بیشتر رخنه آنها به اردن و وخیم تر کردن وضعیت سوریه وجود دارد و ابزود آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت افکار عمومی عراق در نهایت دولت اسلامی عراق و شام را ترد خواهد کرد ولی این گروه همچنان تهدیدی میان مدت و دراز مدت برای ایالات متحده به شمار می رود آقای اوباما افزود ما در کل مراقب اوضاع هستیم مسئله این است که در حال حاضر این گروه عراق را تهدید می کند ولی میتواند در خاک برخی از متحدانمان نظیر اردن رخنه کند وی که در برنامه رو در رو با مردم در شبکه سی بی اس سخن می گفت تاکید کرد این شورشیان سنی یکی از تهدیدات علیه آمریکا هستند که باید مقابله آنها ایستاد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی صورت میگیرد که قانونگذاران آمریکایی و سایر مقامهای دولت باراک اوباما در زمینه انتخاب بهترین راه برای مقابله با فعالیت شورشیان در عراق آن هم چند سال پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور دچار مشکل هستند باراک اوباما پیشتر اعلام کرده بود که آمریکا 300 نیروی عملیاتی ویژه را عراق خواهد کرد تا نیروهای نظامی این کشور را آموزش دهند اما تأکید کرده که حضور نظامی آمریکا تأثیری بر پایان این منازعه ندارد مگر اینکه حکومت شیعه عراق یک راهکار داخلی که اقلیت سنی را در حاشیه قرار ندهد در پیش بگیرد پایان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فایل صوتی را منتشر کرده که نشان میدهد که در انتخابات تقلب شده به گزارش خبرگزاری فرانسه در این فایل صوتی صدای فردی که ادعا می شود ضیاء الحق رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات است شنیده می شود که به یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر انتخابات و همچنین یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات به زبان پشتو دستور میداد تا دا در جریان رایگیری به نفع اشرف غنی زای تقلب کنند عبدالله عبدالله که در دور اول از اشرف جلوتر بود خواستار توقف روند شمارش آرا شده اما کمیسیون انتخابات اتهام های او را رد کرده است زیال حق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان امروز از سمت خود در این کمیسیون استعفا کرد. پادشاه عربستان سعودی در قاهره با رئیس جمهور جدید مصر دیدار و در مورد اوضاع سوریه، عراق و لیبی گفتگو کرد. ناظران این دیدار را که دو هفته بعد از آغاز ریاست جمهوری سیسی صورت گرفته نمادین خواندند. هنگامی که هاپیمای سلطنتی پادشاه سعودی ملک عبدالله بن عبدالعزیز شامگاه جمعه در فرودگاه قاهره به زمین نشست، آشکار بود که روابط مصر و عربستان سعودی که پس از سردگونی محمد مرسی و حکومت اخوان المسلمین با حمایت بی قید و شرط ریاض از اقدامات ارتش بود عبدالفتاح سیسی وارد مسیر تازه ای شده بود. حالا مرحله روابط دوستانه را پشت سر گذاشته و وارد اصل روابط استراتژیک می شود. رئی جمهوری مصر پیش از این گفته بود نخستین سفر خارجی وی بعد از پیروزی در انتخابات به ریاض خواهد بود حضور ولیعهد عربستان امیر سلمان در مراسم تحلیف او در قیاب پادشاه که دوران تعطیلی سالیانه خود را در مغرب میگذراند نشانه دیگری از عزم ریاض در همپیمانی با رژیم تازه مصر بود اما کسی گمان نداشت که خود پادشاه نیز در بازگشت به میهنش ساعتی در قاهره توقف کند تا شخصا رهبر منتخب مصر را ببیند و به او اطمینان دهد کمک های کشورش به مصر فقط اقتصادی نخواهد بود بلکه عربستان سعودی تمام امکانات سیاسی و مالی و جایگاه بین المللی خود در راه کمک به مصر بسیج می کند ملک عبدالله در پیام تبریک خود به مناسبت پیروزی السیسی از دوستان مصر خاصه بود نشستی برپا کنند و نیازهای مالی مصر را بررسی کرده و به سرعت ری جمهوری مصر را در باسازی اقتصاد کشورش یاری دهند. هاپیمای پادشاه سعودی شامگاه جمعه سی خرداد در فرودگاه قاهره فرود آمد. تلویزیون های مصر، عربستان و بین المللی لحظه به زمین نشستن هاپیما را مستقیما پخش کردند. لحظاتی بعد عبدالفتاح سیسی به اتفاق وزرای خارجه دفاع دارایی و چند شخصیت دیگر وارد ما شد سعود الفیصل وزیر امور خارجه بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی و تنی چند از فرزندان پادشاه سعودی و مشاورانش در ما حضور داشتند احمد قطان سفیر سعودی در مصر سفر ملک عبدالله به مصر را سفری تاریخی توصیف کرد چرا که نخستین سفر رسمی یک رهبر خارجی به مصر پس از انتخاب عبدالفتاح سیسی به ریاست جمهوری این کشور است او خاطر نشان کرد که این سفر دارای پیام های بسیاری است که نخستین آن تبریک برای جمهوری جدید مصر به مناسبت انتخابش است به گفته او مسئله دوم تأکید بر پشتیبانی همه سعودی از ملت و دولت مصر به ویژه در این مرحله حساس از تاریخ این کشور است او خاطر نشان کرد که پس از انقلاب سیوم جوان ملک عبدالله در پیامی به عدلی منصور جمهوری موقت مز فرستاد و بر حمایت کامل قلبی و عملی عربستان سعودی از مصر تاکید کرد پس از آن و بلافاصله در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری پادشاه سعودی پیامی به عبدالفتاح السیسی فرستاد و بار دیگر در آن بر حمایتش از دولت و ملت مصر تاکید کرد یادآوری میکنیم که به دنبال شورش مردم مصر و حمایت ارتش از مردم و ازل مرسی ایالات متحده با موضع گیری منفی نسبت به تحولات مصر کمک های سالانه آمریکا به مصر را به حال تعلیق آورد. عربستان سعودی آزرده از مواضع آمریکا به اتفاق امارات متحده عربی و کویت بیش از دوازده میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری همراه با محموله های نفتی به مصر کمک کردند و مانع از سقوط قیمت لیره مصری و آشفتگی بیشتر اقتصاد این کشور شدند که در یک سال حکومت مرسی و بی نظمی های پیش از آن درآمد کلان خود را از راه توریسم از دست داده بود موزه سخت عربستان و شورای همکاری های خلیج فارس منهای قطر که یک سر از اخوان مسلمین و تندروهای مسلمان حمایت می کند در برابر آمریکا سرانجام باراک اوباما را واداشت در سفری به عربستان به دلجویی رهبران این کشور بپردازد و در این حال سیاست تفاهم آمیزی در برابر مصر اتخاذ کند و کمک های نظامی و مالی به مصر را از سر گیرد. روز پس از سفر ملک عبدالله جانکری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری به مصر از سرگیری کمک ها را اعلام کرد و گفت باید برای جمهوری مصر فرصت داد اصلاحات خود را پیاده کند. ناظران سیاسی در قاهره این سخنان را به منزله اختاری به اخوان المسلمین می دانند که هنوز دست از آشوبگری و تخریب بر نداشتند. رئی جمهوری مصر در دیدار با پادشاه سعودی به جز گفتگوهای رسمی با حضور حیطای همراه نیم ساعت با ملک عبدالله به تنهایی سخن گفت. سفیر عربستان در قاهره در پی دیدار دو رهبر در فرودگاه یادآور شد، سعودی و مصر دوبال امت عربی هستند و از اینجا اهمیت این سفر و هماهنگی کامل در مواضع مشترک رهبری دو کشور نمود پیدا می کند. او گفت که امیدهای بسیاری برای تفاهم و مشورتها ها درباره اوضاع منطقه به دیدار خادم حرمین شریفین و رئیس جمهوری مصر بسته شده است. ملک عبدالله در پیام تبریکی که برای عبدالفتاح سیسی ارسال کرده بود برای برگزاری کنفرانسی بینالمللی به منظور کمک به مصر جهت گذر این کشور از بحران اقتصادی فراخوان داده بود او تأکید کرده بود هر کس در ادای این وظیفه کوتاهی کند فردا در صورتی که مصیبتها و بحرانها او را محاصره کردند جایی در میان ما نخواهد داشت همزمان با دیدارهای مهم قاهره دادگاه مصر احکام اعدام شماری از رهبران اخوان مسلمین را که قبلا صادر شده بود تایید کردند با این همه رسانه ها به نقل از مقامات آمریکایی میگویند این احکام به اجرا در نخواهد آمد و رئی جمهوری مصر در این زمینه حاضر به اعدام سران اخوان نخواهد شد یادآوری میکنیم در زمان عبدالناصر متهم شدن اخوان مسلمین به توطئه برای کشتن وی منجر به اعدام برجستهترین متفکر این سازمان سید قطب و تنی از رهبران اخوان شد این بار اما اخوان مسلمین جرایم تکان دهنده ای از جمله قتل و آتش زدن اجساد ماموران پلیس پرد کردن جوانان مخالف خود از بالای ساختمان ها و آتش زدن بناهای دولتی و توطعه برای قتل مقامات نظامی و دولتی را مرتکب شدند. پس از آنکه روز جمعه سیوم خرداد ماه پلیس ایران از حضور زنان در ورزشگاه آزادی جلوگیری کرد ورود خبرنگاران زن به سالن ورزشگاه آزادی برای پوشش دومین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا هم ممنوع شد در همین حال فاطمه علیا نماینده تهران با اشاره به ممنوعیت زنان برای حضور در این مسابقات گفت کار زن بچه دار شدن و شوهرداری است ندیدن مسابقه والیبال به گفته یک عده‌ای میخواهند هر طور شده به زن نقش هایی بدهند که مخالف با وظایف شرعی است نگیری اخوان و سکینه عمرانی از اعضای فراکسیون زنان مجلس هم گفتند حضور زنان در ورزشگاه ها به درد اجتماع نمی خورد. سیام خورداد ماه با گروهی از زنان که خواهان ورود به مجموعه ورزشی آزادی برای تماشای مسابقه والیبال تیم های ملی ایران و ایتالیا بودند و مردان حامی آنها برخورد شد و ایده بازداشت شدند فدراسیون بین المللی والیبال گفته این موضوع را رسیدگی می کند. دولت فرانسه رایزنی های را با مقامات کشورهای جهان در خصوص بحران اخیر عراق آغاز کرده است. از جمله اصر امروز قرار است فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با امیر قطر در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کند. محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش می اصر امروز امیر قطر و آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور در کاخ الیزه دیدار و خواهند داشت. همینطور مراسم شام که خبرهای اون فردا منتشر خواهد شد قطعا مسائل مهم گفتگو عراق خواهد بود و سوریه و همینطور هواپیمای رافال که در این باره خدمتون خواهم گفت فرانسه و در صدر اون آقای اولاند معتقد است که با اون چه که در عراق میگذرد نباید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد البته آقای اولاند می‌گوید که دخالت نظامی در عراق نباید کرد اما برعکس یک سال گذشته می که در سوریه این کار انجام می گرفته. پایان هفته آقای فابیوس وزیر خارجه گفت که ما دخالت و حضور نظامی در عراق نخواهیم داشت مگر تحت شرایطی با موافقت سازمان ملل که در حال حاضر موضوع روز نیست اگرچه میدونید امروز آقای جان کری به طور ناگهانی به عراق رفته است البته فرانسه در این روزها همونطور که خدمتون گفتم دست روی دست نگذاشته روز چهارشنبه فرزند ارشد پادشاه عربستان شاهزاده عبدالعزیز با آقای اولاند ملاقات داشت روز بعد پنجشنبه رئیس جمهور سابق لبنان میشل سلیمان و همینطور روز جمعه آقای رجب اردوغان و امروز هم امیر قطر همه شواهد نشان می دهد که نگاه ها به عراق دخته شده و اون چیزی که در جریان اخبار هستید البته به یک مفسر فرانسوی امشب با امیر قطر که می دونید به تازگی به این مقام رسیده و اتهاماتی که به پدر او زده می شد در مورد کمک های مالی به بعضی از گروه ها برای اینکه حکومت قطر سنی هستند ولی خب امشب دو طرف حرف هایی برای گفتن و شنیدن خواهند داشت اما نکته دیگر در ملاقات امشب مسئله فروش هواپیما های رافال هست هنوز رافال تا به حال به هیچ دولتی فروخته نشد البته قطر شاید که نیمی از هواپیما های خودش رو که معمولا از امریکا خریداری میکنه هفت دو فروند رو سی و شش فروند رو رافال بخره البته هواپیمای رافال فقط خودش نیست که بسیار گرونه بلکه هزینه تعمیر و آموزش خلبان و وسایل یدکیش بسیار گرانه دولت فرانسه در این سی سال عمر هواپیمای رافال چهل میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده و به قول مدیر کارخانه داسو سازنده هواپیمای رافال 500 کارخانه و کارمندانش برای ساختن این هواپیما کار میکنن البته پارسال آقای اولان وقتی به قطر رفته بود در مورد احتمال فروش صحبت کرده بود که همگی در حال انتظارن بر حال ملاقات امشب امیر قطر و آقای اولان در کاخ الیزه حامل خبرهایی خواهد بود که فردا شما را در جریان خواهم گذاشت. پاریس تلویزیون ایران فردا نمایندگان مجلس ایران به دوفوریت طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رأی دادند و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این طرح کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند مورد حمایت قانون قرار خواهند گرفت. بر اساس خبرگزاری خانه ملت این طرح باید ظرف 24 ساعت در دستور کار مجلس قرار گیرد. آمران به معروف و نهیان از منکر به گروهی از متعصبان مذهبی گفته می شود که در خیابان ها از جمله به نوع پوشش زنان و دختران ایراد می گیرند و خواهان رعایت حجاب اسلامی توسط آنان می شود. حسین علیه، علی یوسف علیزاده فرمانده سپاه خراسان شمالی اعلام کرده است سپاه پاسداران برای مقابله با تهدید شبکه های ای معمولیت جدیدی گرفته تا برای مقابله با آسیب های خانمانسوز برنامه های ای وارد میدان شود. این فرمانده سپاه از برنامه های شبکه ای به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی نام برده است. فرمانده سپاه خراسان شمالی همچنین از برخی که اعتقادی به مبارزه با ماهواره و برنامه های آن ندارند اظهار تأسف کرده است. سپاه پاسداران از سال 88 ماموریت‌های های جدیدی برای حضور در آنچه که آن را جنگ نرم میخواند یافته است. این رو در پنج سال گذشته سرمایه گذاری گسترده در اینترنت و شبکه های اجتماعی برای مقابله با تاثیر این شبکه ها بر سبک زندگی مردم کرده است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.